و به ظاهر عادل میکن داره تو لغا باب 18 آیه 9 این آدرس هستیه و این مسئله آورد برای بعضی که بر خود اعتماد می داشتن که عادل چرا؟ وقتی شخص مذهبی یعنی عدالتی که بر اسب اعماله میشه مذهب هر وقت عدالت تو بر حسب اعمال میشه مذهب هر وقت که راستی تو بر اساس اعمالته میشه مذهب هر وقت که حتی خدا هم قبول نداری میگی فقط آدم باش باز میشه مذهب مگه میشه آدم بی خدا مذهبی بشه دقیقا میشه چرا؟ چون با آدمیت که کرده آدمایی دیدی؟ آقا خدا ولش کن آدم باش قلبت خوب باشه این مذهبه چرا یه طریقی که خودی ساخته داره میره مذهب یعنی چی از کلمه زهبه میاد زهبه یعنی چی حرکت راه روش و یه روشی برای خودی ساخته به میگن مذهبی پس آدم بی خدا هم میتونه مذهبی با خدا هم میتونه مذهبی باشه و با بعضی موقع مسیحی هم میتونه مذهبی بشن شیطان از آدم مذهبی نمیترسه از ایماندار میترسه توی مذهب ما رو نجات نمیده ایمان ما رو نجات میده و ترسش اینه که ایماندارا مثلا ایرانیا برن تو مذهب چرا دائم انگشتمون تو کله و چشم دیگرانه چون ملکوت خدا با مذهب جلو نمیره با ایمان جلو میره با خاطر م... م... مسیحیت واقعا اگه آن روح خدا داره کار میکنه اینقدر که سرعت بشارت تو ایران سرعت نجات زیاده سرعت روش کمه دقت کردی سرعت نجات زیاده سرعت روش کمه مثل اینکه بگیم ورودی دانشگاه زیاد خروجی ما نداریم همه دارن درجا میدن 6 تا 20 سال دانشگاه به پزشکی هم نتونست 7 سالش رو تمام بکنه روح خدا کار میکنه مردم میان اما اینجاست میگه اینها رو باید بذارن مذهبی بمونن بعد دائم به جون همدیگه بیافتن دقیقا اصلا داستان مک داستان مذهبه داستان فریبه که اولین کاری که میکنه تو خدا رو دوست داری آره اونایی که خدا رو دوست ندارن که هیچ چیزی میذنه یه جوری داغون میکنه کلیسا رو اونایی که خدا رو دوست دارن مذهبیشون میکنه دائم چک 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 یک ذره می گرفتیم گرفتین یارو خودمون مثل آدم وسواس یا به خودمون گیر میدیم یا به دیگران گیر میدیم یا به هر دو خب پس اتفاقی که داره میفته میگه شخص خود را عادل میپنداش خب یعنی چی توضیح میده چرا میگه و این مسر را آورد برای بعضی که بر خود اعتماد میداشتند که عادل بودند و دیگران را حقیر میشماردند دو نفر یکی فریسی دیگری باجگیر به کل و تا عبادت کن آن فریسی استاده حالا داره میگه یعنی چی؟ عادل یعنی چی؟ عادل از دیدگاه این شخص سالت این بود دیگه چرا این شخص فکر میکرد عادله؟ و باورم داشت و عذاب وجدانم نداشت خب خیلی از ما ایرانی ها از آبوجدان نداشتیم نماز می‌خوندیم، خیرات میکردیم صدقه می‌دادیم، پول می‌دادیم از آبوجدان هم نداشت همه که برخواه خلافگار و قلتاق و نمیدونم چیز که نبودن خب خیلی همون اتفاق آدم مذهبی مومن خدا دوست آشق خدا حالا اینجا نمیگفتم ما پرفکتیم ولی خدا رو دوست داشتن سعی میکردن با قول معروف برن حالا گریه هم میکردن برای یه جوره استخون سواب کنن یه کاری میکردن همش هم که شرارتو بعدی بدی که نه بدی هم میرم می می تو سر خودش میگفت چی؟ خدای من رو ببخش میگه آن فریسی استاد بدین طور با خود نمیگه نزد من دعا کرد برای خودش دعا میکرد با خود دعا کرد که خدایا با خود دعا میکنه به خدا خدایا تو را شکر میکنم که مثل سایر مردم حریص خب حکم دیگه حکم شریعته حریص ظالم زناکار نیستم نه مثل این باجگیر هر هفته دو مرتبه روزه میدارم از آنچه پیدا میکنم ده یک میدم از هر آنچه پیدا میکنم یه سوالی که بعضی مواقع افراد میگن ما از چی باید ده یک بدیم از هر آنچه این جا داره میگه قانون شریعت بود از هر آنچه ده یک میدم ام اما اون آن باجگیر دوی استاد نخواستید چرا به اعمالش نگاه میکنه اعمال من اوکی گرفتم مشادم که رفتم هم که رفتم خب برحال نمیدونم حال نمیدونم امامزاده داوودم که رفتم اینم که رفتم یه مدرسه و مسجدم که ساختم اینم که کردم دو نفرم عروسی و خیرات و صدقات و همه اینها رو هم دادم خب این چیزی که شریعت داره میگه ولی روحی که در واقع بخواد منو مکاشفه کنه که من ملزم باشم خدا مشکلی با شریعت نداشت یه جای دیگه داریم میگه شما رو میگم متا 22 22 میگه که شما را میگم شما که از ده یک و شیویت و زیره و فلان و فلان خود رو دقیق نمی کنید که عالیه بدید اما خب عدالت و راستی و اینم اضافه بکنید یعنی فقط شریعت رایت شریعت کافی رایت شریعت فقط گناه نکردنه یه خطه من گناه نمی کنم چرا قرمزار را می ایستم چرا سبزارم این میشه شریعت تازه بماند که باز می رد میشیم ولی فکر می کنیم رد نشدیم تازه اون هم که رد نشیم اشکال نداره ولی اونایی که رد شدیم و چی ولی مسیح 22, 22 23 22 اوکی 23 یا بیس میگه که حالا ما تازه میایم شریعت رعایت میکنیم اما مسیح میگه بعد بیشتر از شریعت بریم میگه اگه کسی ردای تو را خواست شریعت بده تو قبات هم اگه یه میل تو را خوان تو دو میل یعنی از شریعت تکیه نکن که فقط شریعت انجام تازه شریعت انجام بدی تو بیگناه در واقع محسوب میشی ظاهرا اما ما با ورای شریعت عمل کنیم آفرین تازه گناه نکردی ولی هم... ما بعضی مواقع گناه نکردن ثواب کردنه برای ما خب همین دیگه میگیم کلام خدا داره <applause> گناه که نمی فکر میکنیم سواب کردیم سواب یه چیزی ورای گناهه حالا ما با خاطر همین هم نداریم ما باید ورای گناه نکردن بریم جلو میگه محبت کن حتی ببخش نه فقط بدی نکن اگه بدی هم گرفتی ببخش چون شریعت میگه اگه قصاص هم کردی اشتباه نکردی ولی خدا میگه ببخش یعنی ورای اون حقی هم که شریعت به تو میده عمل کن پس چیزی که اینجا اتفاق میافته این شخص به اعمالش داره تکیه میکنه و اعمال شریعت هم رو رعایت میکنه ولی قافل از اینکه روح شریعت یعنی چی صاحب شریعت این شریعت رو برای چی داد نه برای اینکه تو با انجامش خدا عادل بپنداری یک شریعت برای این بود که استاندارد خدا را میشن اصلا شریعت برای چی داده شد با این درس تمام کنم شریعت برای چی داده شد شریعت اصول اخلاقی خداست شریعت معرف خداست شریعت اخلاقیات خداست شریعت در واقع شرط رابطه با خداست و شریعت نمونه عالی خداست که توش قدوسیت، توش عدالت، توش محبت، همه چی هست. پس این دلایل شریعته. دو. دیگه کاربرد شریعت چیه؟ کاربرد شریعت یه سمتش شناسایی خداست. یه سمتش مثل آینه شناسایی منه. من وقتی اینجا الان دارم نگاه میکنم تو این شیشه خودمو دارم میبینم. این شریعته. پس عملا خودم رو در خدا دارم میبینم. چرا وقتی ما خودمون رو با دیگران میبینیم آدم های خوبی هستیم این شخص چکار کرد خودشو رو با دیگری مقایسه کرد خب دوز نیست باجگیر هم نیست این هم نیست بقیهش هم که حله ولی با خدا دید شریعت خداست تو کلام و خداست خدا و شریعت یکیه یک آمین میگه کلام با خدا خدا با کلام شریعت کلام و خداست وقتی تو داری به شریعت نگاه میکنی به خدا داری نگاه میکنی حالا خودت با خدا نگاه کن و از خیلی خرابه وقتی با دیگران نگاه میکنی به خود نمره میدی میگه ای ولدمت گم خیلی باحالی خیلی پاستوریزه ای دو نمره میدی نوشابه باز میکنی هر از گاهی کنی مثلا یه دوغم میخوری مثلا با چروکبو. ولی ولی وقتی با خدا نگاه میکنی اصلا اشتهات میره نه؟ باز برنگردیم به کار رول قدس روح شریعت بخاطر همین می داره میگم اون روحی که شریعت را داد و ما نمیشناسیم که شریعت برای چی داده شد برای شناسایی خدا و شناسایی خودمون حالا من نگاه میکنم اوکی آینه به من نشون میده اینجا ماست ریخته نریخته حالا فکر میکنیم ماست ریخته ماست نداده بخوری خب حالا من برم به این آینه میگم چیکار کن اینو پاکش کن آینه پاک میکنه اینو ما برای یا بر بشورمش یا بدم خوششویی یا برم بزنمش تو واش ماشین لباس شوی. یا یا آبی بریزم روش یا یه برس یه کاری بعد سرش در بیارم یا بدم همسر محترم بگم لطفا اینو بشور و کن اومدش کن یه کاری بعد براش ولی کار آینه تمیز کردن نید. آینه فقط نشون میده حالا کسایی که در واقع میخوان با آینه اینا رو پاک بکنن خب فکر میکنم با خیرات و صدقات و کار خوب میتونم پاک بکنم این پاک نمیشه آفرین حالا اینم بلدی دیگه فکر کنم اینا که مثلا دستشون اینطوری میمونه یه جورایی دیگه تمام آسینه خب حالا اتفاقی که میافته چیه وقتی من شریعت رو میبینم تازه به وضع پی خودم پناه میبرم این روح شریعت اینه روح القدس ما رو با شریعت روبرو میکنی که به وضع ما چطور ایمان آوردیم گفتم بر من گناهکار کی فهمیدی وقتی خودت تو خدا دیدی تو قبل فکر نمی کردی میگفتی بابا کار بده نکردم من نه ایزی کردم از دیوار کسی بالا نرفتم فلان اینا گناه کبیرم که نکم سقیرم که خدا بللش درسته؟ بلوشه دیگه تو شریعت لمیدی یا <تص> تو فیض لمیدی خب اینجاست که در واقع روح شریعت که روح قدوسه میگه ما رو به گناه ملزم میکنه گناه از کجا شناخته میشه طبق رومیان از شریعت گناه شناخته میشه شریعت یعنی کلام خدا خدا رو رو به رو دیدن بعض من خرابه چیکار کنم من نیومدم تورات نیومدم این آینه رو بشکنم من اومدم کاری که ای آینه داره به تو نشون میده و خرابه اومدم تمیزت کنم اون آیه اینو میگه من نیامدم تا توراتو بشکنم و باطل کنم و شیشه را و آینه رو خراب کنم اومدم اون چی که به تو نشون میده پاک کنم چون کار آینه این نیست اومدم کامل کنم نه اینکه اون ناقصه کارش فقط آینه نشون دادنه پاک کردن کاره میگه خون مسیح ما رو پاک میکنه آمین خون مسیح ما رو نجات میده پس اینا مکمل هم داره کار میکنه حالا شخص فریسی فقط به اعمالش تکیه میکنه و اعمال یعنی چی خدا گفت من کردم پس من شبیه خدام ولی اون قسمت هایی که نمی کنیم چی من با یه فریب با خیرات و صدقات میخوایم اونها رو هم یه ف... فریبه فقط عمل کردت میشه با اعمال خدا راضی کنی کلام خدا میگه ما به ایمان خدا رو خوشدود میکنیم نه به اعمال آمین به ایمان خدا رو خوش میکنیم حالا چرا میگه به ایمان خدا رو خوشدود میکنیم یعنی که من فقط خیال بافی کنم خدا خوشش میاد نه میگه این ایمان توش عمل میاره عملا توی ایمان عمل هست اما فقط عمل خالی نیست از ایمان اومده عمل آمین نه فقط عمل خالی وگرنه بعضی موقع ما فکر میکنیم که آقا یا ایمان یا عمل نه هر دوشه بخاطر همین گفتم سه تا آیه رو گفتم عادل به اعمال زیست میکنه عادل به ایمان زیست میکنه اما این عادل به ایمان زیست میکنه ایمان بدون عمل مرده یا عادل به ایمانی زیست میکنه که در آن عمل هست آمین عملا داریم نگاه میکنیم کلمه یه زیست عمل کرده ایمانه درسته؟ عمل کرده ایمان میشه زیست دیگه عادل به ایمان عمل میکنه پس آخرش عمله گرفتید اینجا الان حقیقت دوتا بال داره فقط فیز نیست عملم هست ولی حالا توی این زیست عادل افتاد ایمان بلندش میکنه خود عمل بلند شدن چیه از ایمان دیگه پس یه عملی داره انجام میشه این عمل بلند شدن خودش عمل ایمانیه آمین و من باید کلام خدا رو بلد باشم همش از اینجا میاد همش از مکاشفات میاد همش از راه رفتن با خدا داره میاد امیدوارم این درس این چیزی که امروز راجع به شنیدیم برای شما خوب باز کرده باشه وقتی میگیم زره عدالت دیگه الان میفهمیم یعنی چی چون اینا آره رو نمیشه تو موعظه گو من بعد دو ساعت نمیتونم موعظه کنم 45 دقیقه یک ساعت میتونم موعظه بکنم ولی چیزی که شما اینجا میگیرید برای اون چیزی که مردم اونجا میگه حتی نیاز اونها هم هستا نیاز به مردم هست ولی شما برید انتقال بدید حالا به اونها یا به مردمی که میبینید اول برای خودتون جا بیفته اصله جنگ روحانی اینه زره عدالت چه پولس میگه میگه کیست که مرا از این جنگ عظیم درونی میخوام گناه نکنم گناه میکنم میخوام این کار نکنم این کار میکنم خودم هم توش موندم میگه کیس که مرا نجات بده من میگه خدا را شکر خب که نجات دهنده من عیسی اون باز برمیگرده شکرگزاری برای چی؟ برای کاری که عیسی کرد. باز به فیض برمیگرده. که اون مرا از این حالت رهایی میده. وگرنه دائم عذاب وجدان دارم. میگه ناراحتم. عذاب دارم از خطاهام. میخوام نمیشه این اشتناب ناپذیر که میگه باطل اباطیل اینو میگه میخوام نمیشه یا اسارت یا ضعف یا جنگ یا حمله است یا گذشته در و داغورمه این موضوعی نیست من نمیخوام نمیشه کم میارم اما کلام خدا راسته میگه کی میتونه؟ میگه مسیح متوجه شدید؟ این جلوی کوبیدن های ما رو میگیره این جلوی مندن های ما رو زمین رو میگیره این جلوی توی بعد مواقع افراد میگه ما که رسوای جهانیم غم عالم کش از گیم بکنیم تا آخری ما که میخواستیم نش عالم کش و ولش کن دیگه ما که بدهی داریم بذار حالا بریم بیشتر زیر بده یعنی قبول میکنیم شکست تا به آخر اینم درست نیست بلنشیم ماونو یعنی انجام بدیم. چون ما که ما داریم و واقعاً بوجود داره اشقه. یعنی اون رابطه بینه ما با که ما آه. برای اون همین خود نگاه خودش جنگ پیروزی دیگه همه فکر که که باشه که در تو ایساس کلام میگه تو هم باور که داری زندگی میکنی خوش کمک میکنه همین آیه که گفتی خاطر اینکه به دست آوردم با آسودگی عمل میکنم خدا و... آفر همین خودش همین نوع خودش یه وسیله و ابزار جنگ روحانی آه. که روزهایی که میفتی همین به من کمک کنه آه. یه دست جدید بدیم شاید تجربه خودم بگم بعد دلیل علمی و روحانی شو بگم اینو واقعا به جرعت بهتون میگم همیشه گذشته من مثل یک عکسی جلومه بچگیم نوجوانیم جوانیم و دائم که من کی بودم و الان چی هستم این به من کمک میکنه که فراموش نکنم کی بودم به جرات میتونم بگم هفته چند بار بدون استثنا خب چونکه که سالهای پیش از خدای سوال کردم خدا یه کرد بعد درستش بهم داد بعد اون درستش رو دعا کردم گفتم خدایا نمیخوام هیچ وقت گذشتم و فراموش کنم گفت اینطوری دعا نکن چون که گذشته بعضی مواقع تو رو در خود میبلعه این گونه دعا کن خداوندا مبادا گذشته خود را فراموش کرده و در او تو را فراموش کنم پس گذشته را زمانی به یاد آری که من را به یاد آری این تا الان به من کمک کرد که فخر نکنم غرور نکنم سقوط به قول رو با کله نکنم مس همه روز به روز کم و کم و کم و کمتر نشه که مثل بی ایمان از ایمان و از همه چی بیفتم تو سختی ها تو بحران ها هر چیزی دائم عکس مثل گذشتم نگاه میکنم اما نه بدیا اینکه من کی بودم الان در مسیح کی هستم این کمک میکنه و بعض مواقع یه شخصی مثل پولوس که خدا اجازه میده اون درد یا وقایی که اتفاق میفته که معمولا طبیعیه برای مردان خدا و زنان خدا دائم یک نوع در واقع آلارم براشون و یاداوریه اوکی؟ که ما از زیادتی آیات و معجزات و زنده کردن مردها و اینها میشی دقیقا مثل عیسی و مردم تو را به خدایی قبول میکنن و اینجا این خطره چون جلو پولس وقتی سجده میکنن و او رو خدا میپندارن پولس سینه خدا میشکافه و اعتراض میکنه خب این او اعتراض در واقع داره نشون میده که این من این رو قبول نکردم یا اون خواری که در واقع در چشمش دعا میکنه میگه برای همه دعا میکنم شفا میابم برای خودم دعا میکنم نمیشه خدا میگه فیض من تو رو کافی اینو گذاشتم که مبادا ادعای خدایی در تو تولید بشه چون ذات آدمی حالا چرا ذات آدمی اینطوره و یه دلیل کتاب مقدس دلیل خودم هم گفتم چرا ذات آدمی اینطوریه انسان از زمانی که سقوط کرد خدا رو گم کرد وقتی خدا از سر جاش خارج شد اتفاقی که افتاد انسان برای اینکه بتونه این خلع را پر بکنه به زمین و زمان چنگ زد که این چنگ زدن شد شریعت که جای خالی خدا را پر کنه و از اونجایی که انسان حواس پنجگانه بیشتر نداره و آنچه که میبینه و میکنه و لمس میکنه و میچشه و بو میکنه این تمام حوزه زندگی نفس... یه ایماندار, زندگی ایماندار نفسانیه چون ما ایماندار نفسانی هم داریم ایماندار جسمانی هم داریم پس ایمان داره به خدا اما در نفس و در جسم دائم دنبال چیزی که ببیندش به خاطر همین وقتی ما میگیم ایمان باور چیزهای نادیده است خیلی سخته تو بگی من به خدایی باور دارم که ندیدمش تا خدایی که یه درخته ببینیش خدای خورما رو بهتر میشه قبولش کرد تا خدای نادیده تو بهتر میشه قبولش کرد امامزاده بابا یه چیزی میره دورش میچرخی دست میمالی ولی تو نمیتونی توی کلیسا بیه دور چیزی نمالی سخته یه شم روشن کردن خوبه میبینی شم روشن میکنی آه میسوزه یه کاری داری انجام میدی اما هیچ کار نکنی دست کنی بالا و خدای نادی رو پرستش کنی سخته پول دادن به یه فقیر خیلی ساده یه فقیر میبینی میگه خدا بهت برکت بده خدا خیرت بده دو تا کلمه میشنوی خب اما تو قلبت یک کار خوبی انجام بدی هیچ هم نفهمه هیچ کاری هم نکردی سخته به همین دلیل انسان ذاتا گرایش به مذهبی شدن داره اگر روح خدا نیاد ذات آدمی به سوی مذهبی بودن گرایش به اعمال ببینه بچشه بو کنه نمیشه شل هم بزنه زنجیر بزنه تو سر بزنه قمه چیزی که ببینه شما تا مراسم هایی که دیدنیه مردم بیشتر میرن تا یه که در سکوت تو بخوای فقط پرستش کنی در خلوت خود حتی نماز یه عمله خوبه میگه با اون یه عمله اما که مثلا تو بشینی روی صندلی در خدا تفکر کنی به ایمان سخته و یه کاری بکنم متوجه میشید چه از کجا میاد حالا وقتی شروع میکنی با آیات و موجودا دوباره با عمل سر کار داری دوباره با دیدن زنده شدن مرده ها سر کار داری دوباره با شفای کورا و مفلوجین سر کار دوباره داری میبینی دوباره عمله و یا یعنی آن اینجا وقتی عمل کرد زیاد میشه لمس میکنی میچشی میشنوی واو مردم هاللویا وا واو واو خطر شریعت اینجا میاد مثلا کسایی که تجربیات شریعت رو داشتن دوباره میل به اون میافتن تو تلش می افتن. پس ما دائم ایه طرف شریعته که ما رو به یک سمت می کشیم. مثل یه قولی که مسیحی های شریعتی بشیم خب ایه طرف هم فریب فیضه که به سمت لاعبالیگری کشیده بشیم فیضه دیگه پس اگه اعمال مهم نیست پس اعمال چرا باید انجام همین که ایمان داری خدا فلانه کافیه میدونی بس دیگه اصلا در تو اصلا عملی تولید نمیشه حالا نه اینکه بیفتی و بلنشی اصلا چیزی تولید نمیشه و اینجا یه خطر این هست و دائم مسیحی ها بین من همیشه میگم از طرف بین قول مذهب هستیم به سمت یهودیت و اسلام ایه سمتم سمت به سمت لاوبالگری و دموکراسی و به قول معروف خودبینی و فقط من مرکز همه چیز من باشم دائم تو این جنگ میافتیم ما حواسمون باشه خاطر همین حقیقت که دو تا بال داره میتونه هر دو رو آزاد کنه امی؟ از تمام دو تا زنجیرها آزاد بشه اینها ثمره شناخت کتاب مقدس راه رفتن با خدا و کلام خدا کلام خدا همینطور نیست و با باور کنم که این انجام میشه میگه هست نمیفهمم خدای به من شعور بده به من فهم بده من نمیفهمم اگه تو صاحب این کلامی دارم میگم لطفا به من فهم بده من بفهمم یا حداقل چیزی میشنوم اونو بفهمم اگه ایمان از شنیدنه لطفا گوش من رو باز کن کر نباشم بفهمم میگه ایشان میشنون اما نمیشنون چون گوشاشون بسته است پس بس مشکل شنوایی ندارم برم میگم بیق بوق چپ راست دیدی علامت میزنن وقتی میرید مشکل شنوایی نداره اما گوش درون خداوند گوش من رو باز کن چشم درون من رو باز کن بقول من چشم آیتبین منو من رو چشم مکاشفه بین من رو خب گوش مکاشفگر گر و مکاشف شنوی من رو باز کن خودم رو پیدا بکنم من که تو رو دوست دارم چرا اینطوری دارم زندگی می‌کنم؟ این به ما کمک میکن ما داریم راجب جنگ های روحانی یه قسمتش رو به استفاده از اصلاحی روحانی در مقابل وسوسه ها در بصاحت میکنه خدا من شما را برکت بده برکت بده <applause>